در عشق تو من تو ام تو من باش یک پیرهن از گودو باش همه آن تو شدم من من آن تو ام تو آن من باش هر ادب و احترام دارم خدمت شما هم عزیز و ارجمندم خیلی هم که انسان داره به دوران قبل از گالیله بر میگرده <تصفح> این همه تعصب و, و این همه با علم این جنگی که بین ایمان و علم در در سراسر دنیا به در منطقه خاورمیانه در پاکستان جنایت هایی که آفریده شد در عراق و در لیبی میان انسان داره بر به دوران ما قبل علم امروز داعش خب به عنوان نیروی با ارتجاعی متعلق به دوران توحش داره با مدرن ترین سلاح به بخش های عمده ای از خاور میانه رو تصرف میکنه و به پیش هاش داره ادامه میده همین چند مدت پیش موفق شد که با جنگ که در اختیار داره حتی هلیکوپترهای عراقی رو سرنگون بکنه این نشون دهنده اینه که دیگه ما با یک گروه قید حرفه ای رو برو نیستیم یک ارتش تروریستی به معنای واقعی کلمه که انواع سلاح های فوق مدرن در اختیارش انواع سلاح خب نشون میده که حتی گروه های واپسگرا امروز از علم و تکنولوژی تکنولوژی برتر بهره میگیرن برای اینکه بتونن خودشون رو به عنوان عنصر ضد علم در بر دنیا حاکم بکنن کاری که طالبان در پاکستان کرد نوعی زدیت و دشمنی با سیستم آموزش پرورش غرب شو اینا معتقدن فقط یک کتاب باید در مدارس تدریس بشه اون هم قرآن ولا غیر علوم نظری که به کل در این مدارس تدریس بشه در نوعی جنگ و مسافه با سیستم آموزش پرورش مدر اما اینا از تمام امکانات دنیای امروز هم استفاده میکنن از شبکه های اجتماعی اینترنت کامپیوتر و حتی از طریق اینترنت سربازگیری میکنن و عوامل خودشون در اروپا در ارتباطن و و و امروز در مورد علم و ایمان با کی صحبت بکنیم با آقای دکتر علی نیری عزیز فیزیکدان و استاد دانشگاه در اما جالبی که اما نسته از تعصب همیشه در قرن هجدهم میدونید که بیشترین تلاش ها در اروپا صورت میگیره اینجا و اونجا تقریبا هم همزمان برای اینکه به شکلی بتونن با ساخت سفینه های هوایی یک جوری به هر چیزهایی اختراع بکنه که انسان بتونه وسیلهش پرواز بکنه حتی یک اسخف یه طلبه مسیحی است که کتاب نوشته در فرانسه درباره هنر پرواز در آسمان و میگه من راحلی پیدا کردم برای که ما بتونیم یک جا دو میلیون مسافر رو در یک سفینه فضایی به اندازه شهر آوینیون به آسمون بفرستیم دو میلیون دو میلیون تن رو یک جا با. اما در همون زمانه شاعری به نام <applause> انگلیسی هم جوزف ادیسون 1719 ببینید <applause> نگران بوده سخت مبادا بشر موفق بشه که هواپیما بسازه یا سفینه هوایی ابداع کنه تولید کنه میگه که در یه مقاله ای که اون روز در همون زمان در یکی از روزنامه های لندن به چاپ میرسه مینویسه که توفیق در امر پرواز موجب اشاعه هرزگی و اعمال منافی افت خواهد شد زنان و مردان خواهند توانست با استفاده از این وسیله مثل قمری ها دور از چشم دیگران در آسمان به مقازله و معاشقه بپردازند مردان دیگر نخواهند توانست زنان جوان خود را در منزل تنها بگذارند زیرا اشاق آنها امکان خواهند داشت آنها را بردارند و با خود به هوا ببرند و از راه راست منحرف بکنند بسی که کارا نمیشه در روی زمین انجام امان از تحصیل امان از خب از بازار موسیقی عبور میکنیم میریم به سراغ آقای دکتر علی نگری تا لحظاتی دیگه خب همین الان با کی هستیم با دکتر علی نگری عزیز فیزیکتان دانشمند جوان ما درود به شما جناب آقای میبودی عزیز ضمن عرض سلام به شما بینندگان گرامی و امیر درخشان عزیز در بخش فنی و پوزش از اینکه هفته پیش متاسفانه نتونستم در خدمتتون باشم دکتر نگری هیچ وقت تصور نمی کنم که جنگ علم و ایمان در این ابعاد روی کره زمین رخ داده باشه نگاه کنید امروز این گروه داعش و گروه طالبان در پاکستان و بقیه کشورها و در واقع از علم بهره گیری میکنن و پدیده های علمی مثل کامپیوتر شبکه های اجتماعی مدرنترین ترین سلاح ها برای که انسان رو به دوره توحش به دوران قبل از گالیله <متصفيق> <متصفيق> نظر تو چیه؟ رو گفتین همینطوره خب فکر میکنید که بالاخره جنگ علم و ایمان به کجا میرسه من فکر میکنم آقای میبودی کسی واقعا بخواد صادقانه نگاه بکنه به اینکه در این دوره از طول تاریخ بشر چه گذشته تا به حال ثابت شده این مسئله در طول تاریخ که همیشه این باورها و ادیان بودند که در مقابل علم عقب نشستند چه مخالفت هایی که با علم شده بوده و نهایتا اونها مجبوردن عقب بشنن فکر کنید بعد از 400 سال بالاخره کلیسای کاتولیک گالیله رو میبخشه باید یعنی واقعا 400 سال طول بکشه برای یک نهاد دینی که متوجه بشه اشتباه کرده در نوع قضاوتش البته من خوشحالم که حداقل در غرب نهادهای دینی دارن این شجاعت رو جسارت رو از خودشون نشون میدن که از کارهای اه، اه، در واقع گذشتهشون کارهای نادرست گذشتهشون عذرخواهی بکنن اما هنوز در خاورمیانه ما همچین چیزی رو نمیبینیم متاسفانه امیدوارم روزی شاهد اونم باشیم به نظر من پاپ, پاپ, فرانسیس که تولدش هم بوده امیدوارم که ما هم یه شخصیتی مثل اون رو پیدا کنیم پاپ فرانسیس به نظر من یکی از پیشروترین شخصیت‌های دینی است که امروزه در دنیای معاصر ما به خودمون دیدیم جالبه که در جوش دادن رابطه بین کوبای کمونیست و ایالات متحده آمریکا باب فرانسیس نقش فوق العاده مهمی داشت شخصیت داره. عجیبی داره البته خب به من میدونم بن های مذهبی درش همچنان وجود داره ولی اینکه به صورت نظر به اینکه اخیرا گفته بود که داستان آدم و هوا بیش از یک داستان نیست جهنم به اون شکلی که میگن مردمان در سوخته میشن نیست اینها فقط تمثیل هایی بوده این خودش به نظر من یک گام بسیار, بسیار بسیار بلند به جلوس از طرف دنیای مسیحیت دکتر نایری عزیز در پاره از کشورها خب یه جنگ بزرگ علیه علوم نظری شروع شده مثلا در محیط های دانشگاهی در خود ایران خود ما الان محدودیت فوق است در تدریس علوم نظری در آمریکا میدونیم که بسیاری از دانشگاه و مراجع علمی به کلیسا تعلق داره یا به فرقه های مختلف مسیحی اینجا قضیه چطور حل شده اتفاقا درست میگین آقای میبودی یعنی حالا این به این نیستش که این مسئله در غرب وجود نداشته باشه اتفاقا مطالعات اخیری که توسط انجمن به اصطلاح آتیست های آمریکایی انجام شده نشان دهنده این است که تقریبا در تمام دنیا خدا ناباوران دین ناباوران که به طور علنی عقایدشون رو ابراز میکنن در همه جای دنیا کما بیش مورد آزار و اذیت جامعه قرار دارن و طبیعتاً هر چقدر کشورها از نظر علمی پیشرفته تر باشن شما میبینید که این آزار و اذیت ها کمتره و مردم از یک سطح فرهنگی بالاتری در مدارا و رواداری نسبت به همدیگه برخوردارن جنگ بین دین و علم که بعضیا نمیدونم چرا به یک دلایلی سعی میکنن که نادیدش بگیرن به نظر من این جنگ همیشه وجود داشته و هنوز هم وجود داره کسانی سعی بر آشتی دادن این دوتا دارن به نظر من تکلیف خیلی مشخص باید باشه تکلیف این هست که هر جایی که علم یک مسئله ای رو به اثبات میرسونه دین باید عقب بشینه و دقیقا تفاوت علم و دین هم در همینه ببینید ما در علم کاری رو انجام میدیم که هیچ کسی از نتیجهش اطلاعی نداره شما در دین حتی تحقیقات دینی هم که انجام میشه نتیجه رو میدونید از قبل و تمام تلاشتون این هست که به اون نتیجه ای که از قبل میدونید برسید این یعنی اینکه به یک نوعی شما رو دچار یک کوری میکنه که حقیقتا شما رو از اینکه به اون واقعیت برسید شما رو باز خواهد داشت اما به لحاظ روانی چون مقولات علمی معمولا سنگینه و دانشمندان هم کمکاری میکنن برای ارتباط با جامعه برای اینکه بتونن مطالب علمی رو به زبان ساده تری به جامعه بدن طبیعتا توده مردم ترجیح میدن به جای اینکه به دنبال پاسخهای پیچیده و صحیحتر به مسائل پیچیده بپردازن این است که به دنبال پاسخهای ساده برای بغرنجترین و پیچیده ترین مسائل میپردازند. و در واقع میرن سمت سوشون شما نگاه بکنید که رشد این باورهای عجیب و غریبی که در دنیا به وجود اومده همگی ناشی از اون است که شما با یک جهان پیچیده ای سر و کار دارید که علم در تلاش پاسخ دادن به اونهاست و شما با انسانهای بیشکیبایی به علت رشد تکنولوژی مواجه هستین که تحمل این رو نداره که علم به پاسخ برسه بنابراین تلاش میکنه که پاسخهاش رو در جاهایی که به سادگی در عرض سه روز دو روز با این جلسات عجیب و غریبی که برگزار میشه به آدما بدن حالا یا فرقه های عجیب و غریب نوظهور میشه در غرب به خصوص و در شرق هم ما میریم دنبال عرفانی که دم دستر اینمون بوده روشنگری در محیط های دانشگاهی الان تا چه در آمریکا منظورمه در آمریکا واقعا من میتونم بگم شما آزادترین و بازترین محیط های علمی رو میتونید شاهد باشید به نظر من شاید علت اینی که هنوز یکی از مورد علاقه ترین و شاید بهشت به محیط های اکادمیک و علمی آمریکا هست برای همین هست که چنین آزاد اندیشی علمی وجود داره یعنی شما اینجا میدونم که بعضیا احتمالا شاید این حرف رو باور نکنن اما شما میبینید که تا حد بسیار زیادی حتی در مقولاتی که فکر میکنن تابوس مثلا میدونم بعضیا فکر میکنن روی مسائل اسرائیل و فلسطین در دانشگاه های اجازه صحبت داده نمیشه این حرف غلطه غلط. عملا استادای دانشگاه این اجازه رو دارن که از تمام مقامات تمام تابوهایی که به نظر از نظر کسانی که در خارج از محیط های دانشگاهی غیر قابل شکستنه در دانشگاه ها شکسته میشه و این یکی از زیبایی های به نظر من محیط های علمیه در محیط های علمی به همه کس اجازه با هر باور و عقیده به شرط اینکه در چارچوب روشمندی علمی قدم برداره اجازه صحبت کردن داده میشه علت اینی که میگم در چارچوب روشمندی علمی برای این هست که خب هر کسی اون وقت میتونه از خودش یک نظری به در بکنه و اون موقع دیگه دانشگاه به جایی که مشغول تبادل آرا بشن مشغول سفسته و مغلطه برطرف کردن از کسانی میشن که یک نظری از خودشون میخوان بدن ولی کسانی که در چارچوب روشمندی علمی دارن کار میکنن آزاد هستن که همه نوع نظریاتی هرچند عجیب و غریب رو بدن همه نوع تابوی رو بشکنن خب با شما رو به که از هواداران آقای استیون هاپکینگ میشناسیم اخیرا هم که فیلمش بود شما یک گردش علمی داشتید تو جمعی از ایرانی‌ها رو برداشتید و هم رفتید فیلم این دانشمند بزرگ عصر رو دیدید دو نکته رو مطرح کرده بار گذشته راجبه کی صحبت کردیم هوش مصنوعی و خطری که هوش مصنوعی دنیا رو تهدید میکنه آینده بشر رو یه نکته دومی که روش انگوش گذاشته بود شد و مورد تاکید شما قرار گرفت اینی که اگه ای قرار بشه ما به همین وضع روی کره زمین ادامه بدیم به همین ترتیب امروزین کره زمین بیشتر از سال... یعنی انسان روی کره زمین بیشتر از 100 سال دوام نمیاره میخوام اینا بله، چه جدی است ببخشید متوجه حرف میگم این حرف تا چقدر جدی است نه واقعا جدی است آقای میبودی من خوشحالم که شما به درستی این آخر دو با دقت بیشتری جملتون رو بیان کردین اینکه زمین خواهد بود انسان روی زمین نخواهد بود زمین برای میلیاردها سال بوده برای میلیاردها سال دیگه هم خواهد بود اما زمینی که قابل سکونت برای موجوداتی که اکنون روش هستند باشه و از جمله ضعیفترین اونها ما میدونید انسان ها یکی از ضعیف ترین موجودات روی زمین هستن اون چیزی که باعث برتری ما نسبت به دیگر موجودات شده هوش سرشارمونه که به قول ریچارد داوکینز دیگر دانشمند معروف بریتانیایی شاید همین هوش سرشار ما باشه که این بار برعکس بار اول که باعث توفق و برتری ما به کل موجودات جهان شده این بار باعث نابودی ما باشه برای اینکه این هوش این به ما این امکان رو داده که ما بدون توجه به مسائل استراتژیک و دوربردی ما داریم طبیعت رو و موجودات روی زمین رو در واقع مورد تجاوز قرار میدیم من فکر کنم یک بار قبل در برنامه شما گفتم بازم میخوام تکرار کنم ما شش دوره انقراض مهم طبیعی رو داشتیم که این انقراض ششم به نظر میاد که داره به دست انسان اتفاق میفته گونه های زیادی در طبیعت رو انسان ها از بین بردن نه به علت مسائل طبیعی نه به علت اینی که فرض کنید یک شهاب سنگ عظیمی به زمین خورده باشه تغییرات وحشتناک درجه حرارت روی زمین رخ داده باشه نه صرفا صرفا به خاطر بیتوجهی و خودخواهی بشر بوده که این گونه ها این جانوران از بین رفتن و در نتیجه چرخه اکوسیستم طبیعت رو اینها به هم ریختن انسان ها البته که گروهی هستن در تلاش هستن که بتونن آگاهی های مورد نظر رو به مردم بدن تلاش های زیست محیطی فراوانی رو میکنن ولی واقعا این به یک آگاهی جهانی احتیاج داره و متاسفانه از یک سو کشورهای ثروتمند از سوی دیگر فقر فرهنگی فقر علمی در کشورهای غیر پیشرفته دست به دست هم داده که این آزمندی انسان خودش رو در نهایت از بین ببره یعنی الان تصور این که ما در پنجاه سال دیگه فرزندان ما نوادگان ما در چه شرایطی از نظر آلودگی هوا از نظر کمبود غذا به سر ببرند این یک واقعیتی است که اگر که براش یک چاره جدی با همکاری کل انسان ها نشه واقعا با اون بحرانی مواجه هستیم که به تعبیر هاکینگ ما شاید 100 سال بیشتر نتونیم در روی کره زمین دوام بیاریم فقط 100 سال دو تا عزیز خب این اخیرا بیشترین شهیقاتی که در فضا صورت گرفت به این قصد بود که ببینن منشه آب در کره زمین کجاست و خب این ف... نظریه بود که از, از فضا و از سیارک های حاوی آب ما این مجموع آبی که روی کره زمین داریم خب ولی ببنی... اخیرا تحقیقات که انجام گرفت معلوم شد که جنس آب در سیارک ها خیلی متفاوته با آبی که ما روی کره زمین داریم آخرین نتایج چی بوده؟ آخرین تحقیقات اولا آخری. آقای میبودی من میخوام واقعا به جامعه ایرانی این تبریک رو بگم که کسی مثل شما اینقدر مطلع هست از اولین آخرین اخبار, اخبار علمی برای اینکه متاسفانه به یک نوعی میخوام بگم که ما دوچار یک فقر فرهنگی فقر علمی که بدتر از فقر فرهنگی تمام فرهنگ ما رو در بر گرفته و خوشحالم که در یک رسانه یک شخصیت بارز فرهنگی مثل شما انقدر توجه به آخرین خبرهای علمی داره و چقدر به درستی گفتیم من واقعا خوشحالم آقای میبودی که این خبر رو از شما میشنوم انتظار نداشتم که به این دقت دنباله خبرهای علمی رو بگیریم و درست فرمودید دقیقا این, یعنی این خبر فقط فکر میکنم جمعه پیش این خبر در خروجی ها اومد که تحقیقاتی که بر اساس همون چند ساعت که فیلی اطلاعات گرفته بود از اون سیارک P67 P67 در همون حد برای ما کافی بود که متوجه بشیم که آبی که سیارک ها هم کردن با خودشون با آب روی زمین متفاوته به حال این یکی از پرسش های بسیار مهم بوده که چگونه زمین دو سوم زمین رو خب هنوز آب در بر گرفته بیشتر زمین آبه که البته متاسفانه آب آشامیدنی نیست و جالب بدونید که از این دو سوم آب روی زمین فقط دو هزارم درصدش آب شیرین و قابل استفاده است این حالا یک پیام محیط زیستی هم ما اینجا داده باشیم که دوستان توجه بیشتری در صرف جوی آب داشته باشن بنابراین بیش از آم آم دو سوم کمی بیش از دو سوم زمین رو در واقع آب در بر گرفته این آب از کجا آمد؟ خب فکر میکردیم که در زمانی که سیاره زمین یک گداخته‌ای بود و تکی از خورشید بوده جدا شده تئوری‌ها میگفت که احتمالا آبی که در درون این سیارک ها بوده و بمباران مداومی که زمین در اون زمان می‌شده این آب رو به زمین آورده الان دو نظریه همزمان با هم مطرح شده اینکه ما توانسته این مخازن بسیار شگفتانگیز آب رو در لایه های بسیار درونی زمین یعنی در عمق 400 کیلومتری و بیشتر یک منبع عظیم آب رو پیدا کردن این بسیار شگفتانگیزه بسیار انگیز. آب شیرین حالا من اونو دقیقا نمیدونم بعید میدونم آب شیرین باشه ولی آب پیدا شده آب. یعنی مخازن بسیار زیاد حوزه های های آب بسیار زیاد بسیار زیاد از اون طرف هم با توجه به یک سری مشاهدات جدید رصدهای جدید ما متوجه شدیم که مولکول های آب در فضا وجود دارن بنابراین حالا یک نظریه جدید مطرح شده نظریه جدید این هست که اصلا یکی از شرایط برای شکل گیری حیات در روی سیاره یا سیاره ها بله این هست که حالا قبلا ما میگفتیم باید در فاصله مناسبی از ستارش باشه نمیدونم درجه حرارت مناسب داشته باشه ولی به نظر میاد که حالا یک شرط مهم دیگه هم باید وجود داشته باشه حیات در جایی میتونه شکل بگیره که سیاره‌ای که قرار درش به وجود بیاد در بخشی از فضای کیهانی در فضای میان ستاره ها به اصطلاح به وجود اومده باشه که در اونجا دریای عظیمی از مولکولهای آب وجود داشته باشه از قبل شما میدونیم که دریای عظیمی از الکل در فضا وجود داره اونقدر الان الکل در کهکشان ما وجود داره که میشه به ده میلیارد از ساکنان زمین هر روز ده گالون برای صد هزار سال الکل داد جالبه اینقدر الکل در فضا زیاده بنابراین آب هم در فضا هست به نظر میاد که شاید منظومه خورشیدی ما اتفاقا در جایی شکل گرفته که منابع عظیم آبی وجود داشته پیش از اینکه اصلا سیاره ما شکل بگیره و سیاره زمین در جایی شکل گرفته و مریخ به نظر میاد در جایی شکل گرفتن که از قبل این های آب وجود داشتن مریخ بنا به دلایلی نتونسته آب رو در خودش نگه بداره ولی زمین ما به دلایل دیگری توانسته است که آب رو در خودش نگه ولی همچنان این یک سوال بسیار مهمی است که همونطور که خدمتتون گفتم چون مسئله پیچیده ای است باید احتمالا دنبال پاسخش در آینده باشیم هنوز پاسخ دقیق علمی ما به این نداریم جالبه بنابراین میشه نشگیری کرد که در درون کره زمین ما منابع سرشار آب داریم همینطوره در آب... زمین اساسا در جای شکل گرفته بوده که آب فراوان وجود داشته از قبل کاملا متوجهم کاملا متوجهم بعد دانشمندان استرالیایی هم چند وقت پیش اعلام کردن که در مرکز زمین هم ما منابع سرشاری یعنی در واقع میشه گفت یک گوی کلان زرین داریم طلا بله درست در مرکز زمین بله درسته درسته, درسته. ما متاسفانه جالبه که بدونین اطلاعات ما از کیهان خیلی بیشتر از اطلاعات ما در مورد زمینه و اطلاعات ما در مورد زمین خیلی بیشتر از اطلاعات ما در مورد مغز ما انسان هاست بنابراین در واقع اگه بخوایم روی ترتیب اطلاعات بگیم آگاهی های ما نسبت به کیهان بیشترین در مورد ما انسان ها و کارکرد مغز انسان ها کمترینه و زمین که از نظر وسعت و اندازه ما بین اینا همینطوره ما هنوز بسیاری از خصوصیات لایه های درونی زمین رو نمیشناسیم هنوز واقعا اینکه فرض کنیم ما دقیقا نمیتونیم زلزله رو پیش بگیم کنیم برای پارامترهای زیادی است که برای این رخداد طبیعی وجود داره سیستم سیستم بسیار پیچیده است که مانع از پیش بینی زلزله فرض کنید میشه به طور دقیق روش های گوناگونی پیش بینی پیشنهاد شده که همچنان باید آه به محک آزمون گذاشته بشه و چرا سخته چرا ما نمیتونیم فرض کنید که در مورد لایه های درونی زمین با دقت صحبت کنیم چون به طور مستقیم دسترسی به اونها نداریم کاملا روش های غیر مستقیم باید پیش گرفته بشه تا بشه فهمید که از موج یکی از اون روش است که ما بتونیم تشخیص بدیم چه نوع عناصری در زمین وجود دارن و از انکاس این امواج بتونیم بفهمیم که آیا این عناصر فرض کنید شکل مذاب دارن یا شکل جامد دارند یا شکل مایع دارن یا حتی حالت گازی دارن اینها مسائلی است که چون به طور غیر مستقیم انجام میشه و با پیشرفت تکنولوژی ما و روش های دقیق تری که ما میتونیم به کار ببریم میتونیم اطلاعات بیشتری از دایه های درونی زمین به دست بیاریم به زمین جا آموزنده خیلی ممنون که ما رو سر کلاس راه دادید آقای دکتر یعنی عزیز آقای شما خودتون استادید تشکر تا هفته آینده تا هفته آینده تشکر